دوستان توصیه می کنم که ویدیو این قسمت رو با دقت بسیار بالا و حتی امکان چند بار مشاهده کنید گاهی اوقات پیش میاد من میخوام فیلترهایی طراحی کنم که درشون از تایم فریم های مختلف یک داده استفاده شده مثلا دنبال نمادهایی هستم که قدرت خریدار به فروشندهشون نسبت به پنج دقیقه پیش دو برابر شد. پس من یه دونه داده قدرت خریدار به فروشنده الان رو دارم یه دونه دیگه هم میخوام واسه پنج دقیقه پیش باشه حالا این دوتا رو با هم مقایسه میکنم فیلترم تراحی میشه ولی مشکل اینجاست که برخی از داده ها اصلا تایم فریم ندارند. که ما بخوایم از تایم فریم های مختلف اون داده استفاده کنیم مثلا همین داده حقیقی حقوقی همونطور که میبینید تایم فریم نداره یا مثلا داده ارزه و تقاضا تایم فریم نداره فرض کن دنبال نمادهایی هستم که صفحه فروششون جمع شده نسبت به چند دقیقه پیش خب باید ارزو و تقاضای الان رو با چند دقیقه پیش مقایسه کنم وقتی تایم فریم نداره چطوری باید این کار رو انجام بدم پس ما به یه ابزاری نیاز داریم که کمکمون کنه خودمون بتونیم روی داده هایی که مد نظرمون هست تایم فریم ایجاد کنیم توی دسته ایندیکاتورهای دو یک بلاک داریم به نام بلاک لیست دیدن ویدیوی این بلاک اجباریه حتما باید ویدیوش رو مشاهده بفرمایید کنار خود بلاک لیست یا آیکون علامت سوال روی اون کلیک کنید ویدیوش رو حتما بعد از مشاهده این ویدیو حتما اون ویدیو رو هم مشاهده بفرمایید بلاک لیست چیکار میکنه خیلی خوب دقت کنید بلاک لیست کارش اینه یک داده از من میگیره مثلا داده حقیقی حقوقی به عنوان مقدار این داده رو گرفت روی این داده توی اون بازه زمانی که من تعریف می کنم یک لیستی از همون داده واسه من ذخیره میکنه حالا من میتونم از داده هایی که ذخیره کرده استفاده کنم در طراحی فیلترها مثال میزنم داده حقیقی حقوقی رو الان از من گرفته بهش میگم بازه زمانیم دقیقه روزانه هفتگی یا ماهانه است هر رو که بخوام انتخاب میکنم ولی به غیر از دقیقه ای بقیه شون کاربردی نیستن برای ما اینو میذارمش روی دقیقه ای میگم هر پنج دقیقه یک بار بیا این داده رو واسه من ذخیره کن عملا دارم بهش میگم یک لیست واسه من بساز که توی اون لیست این داده هر پنج دقیقه یک بار ذخیره شده حالا من به هر کدوم از این داده های لیست نیاز داشته باشم میتونم که در واقع توی فیلترم از اون داده استفاده کنم عملا داره چی کار میکنه؟ عملا داره واسه ای من تایم فریم میسازه حالا این داده ای که واسه ای من ذخیره میکنه کدوم قسمتش رو ذخیره کنه؟ توی این پنج دقیقه این داده مدام داره تغییر میکنه دیگه مثلا قدرت خریدار به فروشنده یک ممایز دو میشه یک ممایز پنج میشه یک ممایز شیش دوره میشه یک ممایز سه هی داره تغییر میکنه خب این کدومش رو برداره واسه من ذخیره کنه این قراره یه دونه عدد رو ذخیره کنه دیگه تو این پنج دقیقه اینو من مشخص میکنم میگم آخرینش رو بیا واسه ای من ذخیره کن اولینش رو اصلا جمع بزن کل داده ها رو واسه ای من ذخیره کن ماکسیموم یا مینیموم بگیر این دسته من که خب من میذارمش روی آخرین آخرین داده ای که بوده توی اون پنج دقیقه رو در واقع میشه همون داده ای که لوزش دیگه واسه ای من ذخیره کن یک لیستی واسه ای من تشکیل میده نکته توی پنج دقیقه اول آیا داده ای ذخیره میشه؟ نه پس توی پنج دقیقه اول این بلاک خروجیش صفره هیچ خروجی نداره پس اگر من این رو گذاشتم روی پنج این پنج دقیقه زمان میبره تا یک داده ای رو در واقع واسه این ذخیره کنه آخرین در واقع داده ای که ایجاد شده رو واسه این من ذخیرش رو به هم ارائه میکنه پس پنج دقیقه زمان میبره تا بخواد که این داده ایجاد بشه حالا هر چقدر من اینو بزرگترش کنم بیشتر زمان میبرم مثلا اگر بذارم دارم سی دقیقه تا سی دقیقه خروجی این صفره تا زمانی که این داده بعد سی دقیقه ایجاد بشه فرض می‌کنیم من اینو باشم روی پنج دقیقه پنج دقیقه زمان لازم هست تا این داده ایجاد بشه آخرینش رو به من میده چون مدام این داده داره تغییر میکنه آخرین داده ای که هست از قدرت خریدار به فروشنده به من ارائه میشه خب آخرین در واقع در زمان استارت که گفتیم این سفره پس آخرین داده ای که ما داریم از این داده پنج دقیقه پیشه داده ای که تثبیت شده داده پنج دقیقه پیش هست داده ای که الان هست مثل کندلی میمونه که الان هنوز قیمت کلوزش نهایی نشده تثبیت نشده مدام داره تغییر میکنه پس ما اگر نیاز به داده تثبیت شده داریم حتما باید یه دونه برگشت به عقب به این بدیم چون خونه آخر لیست ما در حال حاضر داره تشکیل میشه و ممکنه که داده آخرین ما تغییر بکنه خب این نکاتی که باید بهش توجه بکنید. حالت روح هم فعلا باش کاری نداریم درگیرش نشید اوکی ما اومدیم خیلی راحت با اون داده ای که مد نظرمون بود تا فریم 5 دقیقه واسش تشکیل دادیم و حالا دیگه میتونیم بیایم فیلتری که مد نظرمون هست رو طراحی کنیم گفتم چی گفتم نمادهای که قدرت خریدار به فروشندهشون نسبت به 5 دقیقه پیش دو برابر شده چطوری این فیلتر رو می میکنم میگم این قدرت خریدار به فروشنده الان اینو می نویسم قدرت جاری اینم می نویسم قدرت پنج دقیقه پیش خیلی راحت حالا بعد این دوتا رو با هم مقایسه کنم دیگه میگم الان بزرگتر مساوی پنج دقیقه پیش باشه ولی چی؟ دو برابرش یه دونه دو میدم به مقدار دومی دو یا میتونم اینو اصلا با بلاک محاسبات زب در دو کنم روی هر دو حالت واسه مثال زدم که یه یادآوری هم بشه از دوره مقدمتی خیلی راحت اومدم این رو طراحی کردم حالا چند تا مثال میزنیم که شما بهتر بتونید این بلاک رو درک